من دوران بازیگریم دوست داشتم که تمام پیرهنم که باهاشون خاطره دارم نگه دارم. پیرهن خاطره انگیز ماینز بود. روزی که من رسیدم باشگاه ماینز فکرشو نمی کردم به من شماره 10 رو بدن. بعد اینا اومده بودن بازی جوبیلوباتا رو نگاه کنن، مدیران باشگاه ماینز، که اون بازی من یه گل زدم. اونا گفتن شماره 14 که من باشم، انتخاب کردن که برم باشگاه ماینز. دوست داشتم با تیم ماینز بیام بوندسلیگا 1، ولی قسمت نشد دیگه. اون سالی که من اونجا بودم یه بازی با بنفیکا کردیم، تونستیم اون بازی رو 1-0 ببریم، که هوادارهای ماینز خیلی منو تشویق کردن. و چون اون بازی استارت فوتبال من تو آلمان بود، ولی خدا رو شکر تونستم که اون بازی خوب بازی کنم، اکثر بازی ها هم فیکس بازی کردم. این لباس هم واقعا یادتونه برای کدوم بازیه دیگه؟ بله، این بازی با هرتا برلین بود که همون جامعصبی که گفتیم تیمتون شگفتی شد. بله، هرتا برلین بود که تونستیم بازی رو 1-0 عقب افتادیم. هیچ وقت یادم نمیره، یورگن کلوپ دفاع راستمون بود اون بازی. بازی 1-1 شد، ما شدیم 10 نفره، یورگن کلوپ اخراج شد. دیدم که بازیکن برزیلی داشتیم، مارسلو، هیچ وقت یادم نمیره، دیدم چه قشنگ تو فضا حرکت کرد که تونستم پاس رو تو در بدم و زد تو گل، که قسمت شد و تونستیم بازی رو 2-1 ببریم. و آیه دایی هم اتفاقا تو بازی بود دیگه، تیمشون باخته بود دیگه، نتونستیم با علی پیرهنمون رو چنج کنیم. شما بعد اینکه ارتا رو شکست دادید رسیدید به بایر مونیخ، و اینکه این پیرهن سفیده هم همونطور که ما گفتید برای همون بازیه، درباره اون بازی هم برامون صحبت کنید. بله، این پیرهن هم بازی با بایر مونیخه که خیلی پیرهنشو دوست دارم، واقعا یکی از پیرهنا بود، نخواستم چنج کنم، حتی میتونستم که چنجش کنم. این بازی هیچ وقت یادم نمیره، با اتوبوس رفتیم مونیخ که خیلی برف اومده بود، من فکر کردم الان زمین خرابه دیگه، ولی موقعی که رفتیم واسه گرم کردن دیدم که واقعا زمین اونقدر خوب و استاندارد بود که هممون اصلا مونده بودیم، لذت بردیم. بعد شگفتی سازی خوردید به بایر، یه 3-0 هم که اونجا بله باختید، و تقریبا فکر کنم آخرای دوران حضور شما تو ماینز بود دیگه. بله دیگه، من اومدم و بازی با کل بود، مدیرای باشگاه ماینز با من تمدید کردن یه سال دیگه با من تمدید کردن، خیلی دوست داشتن که من باشم. منتها مراتب یه سری مشکلات با مدیریت اینجا خوردیم و دیگه من تصمیم گرفتم برگردم ایران که تو تیم محبوب خودم بازی کنم. الان که یورگن کلوپ اینطوری شده، همچین مربی شده، حالا با خودتون فکر کردید کاش یه لباس هم از کلوپ گرفته بودید و داشتید؟ دارید اصلا یا ندارید؟ نه، قسمت نشد. یعنی باور کنید اون موقع دیگه من اونجا شماره 10 میپوشتم دیگه، بهترین شماره 10 بود دیگه، شما خودتون بهتر میدونید. همیشه با از یورگن کلوپ همیشه این خاطره رو گفتم، الانم میگم. ایشون اون موقع هم که بازی میکرد کلاس مربیگری میرفت. یه روز تو غذا خوردیم، دیدیم یورگن کلوپ نیست. من رفتم اتوبوس، نفر اول رفتم اتوبوس، دیدم نشسته داره کتاب میخونه. از مترجم پرسیدم که داره چیکار میکنه، گفت داره مربیگری میخونه، کلاس مربیگری میره. اون موقع که دوران بازیگری، این خیلی باهوش بود. راستش بخوای موقعی هم که بازی فینال تو استانبول اسم منو برد، باور کنید من خودم هم باور نمی کردم، فکر می کردم از ذهنش رفته دیگه، این مال 19-20 سال پیش بوده، کسی دیگه بود. ببین چقدر باهوش بود که اسم من و سرژیک تو ذهنش بود و ما رو آورد و اسمش رو، اگه می دونستم که اسم ما رو میاره منم می رفتم حداقل پیشش می دیدمش، فکر نمی کردم که تو ذهنش باشه. I played together with two Iranian players, maybe you know that. Din Mohammadi and Temurian were my mates at Mainz, so I'm pretty experienced with Iranian players. خب این پیرهنی که من زابردم، این پیرهن مال دربی 1-0 که هیچ وقت یادم نمیده، پاسی که به اکبرپور دادم، اکبرپور تونست گل بزنه. این پیرهنا همون که گفتن اون موقع ایتالیا تو جام جهانی پوشیده بود، اینو جدید زده بودن، ما هم به خاطر این یخه‌ای که جدید اومده بود ما دوست داشتیم که از این پیرهنا بپوشیم. هیچ وقت یادم نمیده، دربی معروف و دربی جنجالی. آره، و این دربی که بله اون دعوای معروف و آقای برومندم که شرمنده کرد اون بازی، دعوا شد دیگه با آقای پایان رحمت. اتفاقا من یادم اومدم وسط جدا کنم، همه دیگه درگیر بودن، اونو میزد، اینو میزد، خیلی درگیری بود. یادم نمیره، رفتم به حمید استیلی گفتم حمید
شما بزرگتر اونوری، منم از نظر سنی بزرگترم، سعی کن جدا کنیم و درگیری نشه. ولی متاسفانه دیگه اونقدر هیجان بازی بیشتر بود، دیگه مثل دربی های الان نبود. از 6 صبح صدای بوغ می اومد و اصلا استرس بازی 120 تا 110 تا می اومدن، هیجان بازی خیلی زیاد بود. بهترین دوران فوتبالم فکر کنم که همون فینال آسیا بود. حیف حیف اون بازی رو از دست دادیم. اون نمیدونم اون پیرهنو چی ازم گرفت. همه بازی رو از دست دادید، همه پیرهنه الان نیستش. آم دنبال اون پیرهنه هم دیگه، اون باز نمیدونم چی ازم گرفت اون پیرهنه. میده از همینجا بگید بهشون اگر دست چیه بیاره دیگه. نمیدونم دست چی بود که از من گرفت. خیلی اون ببین چه زرنگ بود، از من این پیرهنه گرفت و بهترین، فکر کنم بهترین بازی من بازی با جوبلوباتا بود تو تاریخ فوتبالم. دو سه تا لباس خاطر انگیز از تیم ملی هم داری. بله. با لباس فکر کنم لباس ایران آلمان لباسی پوشیدید دارید هنوز، با اون شروع کنیم موافقید؟ اینه جام جهانی 98 که پیرهن ایرانه. من اون بازی 20 دقیقه اومدم تو زمین، قسمت نشد فیکس بازی کنم، ولی جلو آلمان 20 دقیقه اومدم تو زمین که میتونستم که 3-4 تام فکر کنم 2 تام شوت زدم، ولی منتهای مراتب دیگه دیر شده بود دیگه نتونستم. اینم بود دیگه تو جام جهانی. اینم بله، اینم مال جام جهانیه. تو جام جهانی همون نگاه کنید اینجا نوشته جام جهانی فرانسه 98 رو نوشته. جلوی یوگسلاوی ما سفید پوشیدیم. بله جلوی یوگسلاوی سفید پوشیدیم. جلوی یوگسلاوی دوپینگ به من افتاد تو اتاق دوپینگ، منو فکر کنم آقای همدانی موندیم، دوپینگ به ما افتاد که از اون برم به دروازه‌بانش و به کاپیتانشون فوروارد رئال مادرید بود، اسمش الان حضور ذهن ندارم، اون با اون افتاد که تو اتاق دوپینگ. اون خیلی عصبانی بود که مثلا چرا به اون افتاده. به خاطرم این پیرهن رو به خاطر خیلی دوست داشتم، چون این یه پیرهن یادگاری بود. یه خاطره از 96 بگم. من آقای مایلوکان سرمربی بود، شما میدونید که من اون سال شهردار تبریز بودم. حالا من تنها بازیکنی بودم که لیگ یک بازی میکردم، آقای مالیکان منو تیم ملی دعوت کرد. این جرأت مربی رو نشون میده که از دسته یک به تیم ملی دعوت کنه، فیکسم بازی کنه. مقدماتش همه رو فیکس بازی کردم، آقای مالیکان منو فیکس بازی داد. ولی این پیرهن همیشه خاطرندی کرده، چون عربستان اون بازی 3-0 بردیم، آقای عزیزی بازی خوبش که انجام داد واقعا تو ذهنا خواهد موند. باز این پیرنه فکر کنم بازی با کره بوده، 6 تا زدیم. چیکار کردم بچه‌ها؟ خیلی خوب بازی کردیم. آهدایی اون گلای که زد، فرارایی که آقای عزیزی میکرد، اون بازی همیشه واسه من خاطر انگیز بود. حالا قسمت نشد اونا بازی کرد، انگار من بازی کردم، هیچ فرق نمیکنه. ما یه تیم بودیم کلا. این پیرهنا رو، این دوتا پیرهنا رو به خاطر جام ملت‌ها نگه داشتم، که چون باهاشون خاطره دارم، باهاشون زندگی کردم، به خاطرمون اینا رو هم نگه داشتم. من اول اینو میگم که ما اول باید گذشتمون رو فراموش نکنیم. ما از سیروز دیدیم محمدی از زمین‌های خاکی اومده، این الان مردم تو میبینن محبت دارن. هیچ وقت نباید گذشتمون رو فراموش کنیم، از کجا اومدیم، اینو یادمون باشه. حالا بریم تو 100,000 تا گل بزنیم، نمیدونم فکر کنیم که نه دیگه تموم شده. نه، اینجوری نیست فوتبال. فوتبال یه روزی تموم میشه، همین خاطره ها میمونه. جوونا قدر این پیرنا رو بدونن. بعضی وقتا زندگیمون رو اینا تکون میدن، چون من با همون پیرنا شدم سیروزدین محمدی. قدر این پیرنا رو بدونیم، عاشق این پیرنا باشیم، مخصوصا که تو جام جهانی 98 دوست دارم که این پیرنا رو با جون دل ماچ کنم که همه ببینن. من عاشق این پیرهنم، عاشق ایرانم که این پیرهن رو تو جام جهانی بپوشم.